یه چیلر، دستگاه چیلر داریم، تیوب زده اواپراتور، اواپراتور تیوب زده، آب وارد سیکل شده، اینو داریم میشوریم. یه دو تا نکته است که میخوایم با همدیگه مرور بکنیم. ببینید تیوب زدن از دو تا قسمت اتفاق میفته، از کندانسور یا از اواپراتور. اگر از کندانسور بزنه احتمال ورود گل و لای و حجم آلودگی بالا به جز آب هم به سیستم وجود داره. از اواپراتور بزنه احتمالش کمتره گل و لای باشه توی سیستم، معمولا فقط اکسید هست، اکسیدهای فلزی به همراه آب. خب حالا یه نکته است، شما میخواین اواپراتور رو بشویید، راهش چیه؟ ستاره ها رو باید از اواپراتور بیرون بکشیم، دونه دونه همه رو تمیز بکنیم با دقت بسیار بالا، تمام این ستاره ها تمیز بشن، توربولاتور ها. خب ستاره ها رو تمیز میکنیم، داخل لوله ها رو تمیز میکنیم، داخل خط ساکشن و دیسچارج و مایه رو تمیز میکنیم. اما یه نکته داره برای کندانسور، ما توی کندانسور ساپورت داریم، یه ساپورت خورده سرتاسری. زمانی که کندانسور تیوب میزنی گل و لایی که میاد، میاد پشت ساپورت، یعنی شما با ازوت که بزنی از این طرف تو خروجی فیلتر درایر میخواین بگیرید، در نمیاد بیرون این گل و لایی ها، میمونه داخل. پس بنابراین اینجور مواقع ما باید برش بزنیم کندانسور رو. یه راه دیگه هستش، وکیوم کردن. وکیوم کردن برای خروج رطوبت و آب، برای رطوبت مناسب هست اما برای آب نه. اینو توی فیلم دیگه به صورت کامل با جزئیات بهتون میگم و همینطور همکارای دیگه‌ای که تجربیاتی دارن تو این زمینه اونها هم به اشتراک بذارن با ما توی کامنت ها. تجربیاتی هستش که ما کسب کردیم. ببینید یه چیزایی هست علمه، یه چیزایی هست تجربه است. مثلا میگم ما میدونیم گرم کردن سیسیک توسط شرکت کوپلن اعلام شده، اما اینکه ممکنه یه همکار تجربه بهتری نسبت به ما داشته باشه و با روش بهتری سیک رو گرم بکنه، خب خیلی خوبه که اونو به اشتراک بذاریم برای همدیگه تا بدونیم بهترین روش چی هستش. ببینید خب پس ما اینجا به نتیجه رسیدیم که آلودگیمون حجمش بالا نیست، فقط آب داریم. چندی بار از ازوت استفاده کردیم اما پشت این ساپورت لوله های مسی داخل کندانسور آب تله شده. میایم چیکار میکنیم؟ گرم میکنیم. کندانسور رو میخواییم گرم بکنیم و بعد از ازوت استفاده بکنیم. چندین بار با 141 هم شستیم اما هنوز قطرات ریزی از آب میاد. پس با گرم کردن، استفاده از ازوت و در انتها استفاده از وکیوم، کندانسور رو هم تمیز خواهیم کرد. خب کندانسور رو کمی گرم کردیم، بخار رو میبینید؟ بار 141 مرتب و حسابی شستیم و الان بخاری که داخل کندانسور جمع شده داره با فشار ازاد خارج میشه. ببینید ازوت خشک هست، رطوبت نداره و هوای خشکم اگر داشته باشید میتونید استفاده بکنید، باعث میشه که رطوبت موجود جذب بشه توسط ازوت و توی از داخل کندانسور خارج بشه. یکی از روش خشک کردن که البته برای مراحل آخر هستش، استفاده از ازوت هست. حالا اگه ازوت داغ باشه یا داغ بکنیم کندانسور، خیلی کمک کننده تر هست.